به نام خدا و با سلام خدمت دوستان گرامی، بعد از یک هفته تأخیر انشالله امروز بتونیم جلسه پنجم که در مورد شکست و تشخیص شکست صحبت خواهیم کرد در خدمتون باشیم. البته همسایه ما هم در حال برشکاری و جوشکاری هستش، امیدوارم صداهایی که میاد حداقل این میکروفون بتونه نویزش رو بگیره و باعث افت کیفیت صدامون نشه. خب اما در مورد شکست که یکی از سخت‌ترین به نظر من مباحث تکنیکال هستش و توش این قول به قول معروف خیلی زیاد هست و دردسرای زیادی هم داره که در مورد شکست سطوح بشه به راحتی صحبت کرد، برای اینکه اگه به صورت شماتیک بتونیم نگاه کنیم، فرض بر این که ما یک قله‌ای در مثلا یک ناحیه‌ای داشته باشیم و این یک سطح، حالا رزیستنسی، و زمانی که بازار میاد به صورت صعودی، این هم حالا یه خط آبی، به صورت صعودی میاد و خودش رو به این سطح میرسونه، اتفاقی که خب میتونه بیفته این که در این سطح ما قبلا گفتیم انتظار داریم که یک پیوت تشکیل بشه و یک حرکت نزولی رو داشته باشیم. حالا طبق خیلی از شرایط این حرکت نزولی که اینجا هستش، حالا انتظارش داریم، تعداد دفعات برخورد، حمایت از سطوح دیگه، به هر حال مادام العمر که این سطح نمیتونه یک سطح رزیستنسی باشه، در زمانی میشه که این سطح شکسته میشه، این سطح بریکوت میشه. اینکه معنی و مفهوم شکست در این ناحیه چی هستش و ما چطوری بتونیم شکست تو این ناحیه تشخیص بدیم، به خاطر همین گفتم حرف و حدیث زیاد هستش که شما میاید و میبینید که مثلا بازار میره سطح رو میشکنه و بعد از شکست سطح شما اینجا زمانی که بازار برگشته و پول بک کرده و انتظار دارید که ادامه حرکت رو داشته باشه، به راحتی برمیگرده میاد پایین و ادامه حرکت به این سمت رو داره و به قول خیلی از دوستان اینجا شکست جعلی اتفاق افتاده که اصلا ما بهش اعتقادی نداریم. حالا توی مرحله بعدی این که این اومده مثلا شکسته و پول بک کرده، انتظار سود داشتیم، خب اومده پایین، میگیم که خب الان دیگه پس این یک شکست جعلی بوده، در برخورد بعدی به این سطح ما میتونیم انتظار یک ادامه حرکت ریزشی داشته باشیم. اون موقع میبینید که اینجا دوباره باز میره بالا و یک جای داستان و یک جای قضیه میلنگه که این اتفاقا میفته و اون هم تشخیص درست شکست هستش، تشخیص درست این که ما بتونیم یه سری عوامل و یه سری پارامترها رو در کنار همدیگه بذاریم تا حداقل اون درصد احتمال تشخیصمون رو در خصوص شکست شدن بالا ببریم. اولین موضوعی که برای شکست بریم توی چارت، با اجازه شما، اولین موضوعی که توی بحث شکست میتونیم راجع بهش صحبت کنیم این هستش که شما باید یک سطح داشته باشید. حالا به فرض مثال این سطح، یک سطح یا این سطح، هیچ فرقی نمی کنه، این هم یک سطح یا هر سطح دیگه، شما باید یک سطح داشته باشید و بیاید عکس العمل و واکنش بازار رو زمانی که قیمت به اون سطح میرسه بررسی کنید. تعدادی از این آیتم ها و پارامترهایی که برای بررسی قدرت سطح، سطوح، حالا ساپور، رزیستنس، سطوح فیلیپ و سایر سطوحی که در آینده راجبش صحبت میکنیم، قیمت وقتی بهش میرسه به هر حال دو تا احتمال هستش. یکی احتمال برگشت که راجع به پیوت ها یک کوچولو صحبت کردیم و احتمال بعدی ما این هستش که
این سطح بریکوت بشه، این سطح شکسته بشه، قیمت ازش عبور کنه. اما تا کجا قیمت عبور کنه، تا کجا قیمت رد بشه، میتونیم انتظار اینو داشته باشیم که بگیم سطح شکسته شده؟ طبق تعریف حالا اولیه که معمولا از بورس گرفته شده، درصد مشخصی وقتی قیمت از سطح رد بشه، همونطوری که درصد مشخصی قیمت از سطح بر میگشت، احتمال تشکیل پیوت و احتمال حرکت در جهت خلاف حرکت قبلی رو داشتیم، اینجا هم اگر قیمت به اندازه درصد مشخصی از سطح رد بشه، احتمال این میدیم که قیمت بخواد در مسیر که داره امتداد حرکت بده. و اما اون چه درصدی هستش؟ خب توی بحث دوستان چون در مورد بورس سوال کرده بودن و میگفتن که چرا همه مثال ها و چارت های شما مثال ارز هستش و بازار بین الملل هستش و یک کوچولو هم از بازار بورس صحبت کنید، خب توی بازار بورس معمولا دیگه ما ATR به اون حالت نداریم و سقف حرکت محدود هستش، حکم حکومتی داره و بیشتر از نمیدونم 4% یا 5% قیمت نمیتونه، چقدر امروز میگم قیمت نمیتونه، استرس چیز دارم، استرس شکست دارم، قیمت نمیتونه از اون در واقع حد مجازش بیشتر حرکت کنه. خب وقتی شما یک سطحی دارید و قیمت به اندازه مثلا 4%ی که حالا یا 5%ی که توی فرابورس نمیدونم یا توی این محدودها هستش از سطحمون رد بشه، ما احتمال اینی میدیم که خب این سطح شکسته شده. البته فردا صبح پا میشین میبینیم که این اگه حجمش پر نکرده باشه تعدیلش کردن، آوردن مثلا توی 1%ی و فاصله اصلی 4% برای ما مهم هستش، نه اون 1%. بعد از این داستان 4%، یعنی کندلی که اینجا بخواد بسته بشه و یه فاصله مثلا 4% داشته باشه، مرحله بعد خب خیلی از اوقات میبینیم که این کندل میاد حالا تعدیل میشه مثلا به فرض در 3%، در 2%، و کندل بعدی در کنارش این کندل مثلا شارپ رفته بالا و سطح با تمام تعریفی که داشتیم بریکوت کرده و کندل بعدی میگیم که یه کندل اینجا تثبیت بشه، در واقع این شکست، یعنی کندل اینجا تشکیل بشه که به سطحمون برخورد نداشته باشه، در راستای شکست باشه و کندل بعدی تازه بیاد و این شکست رو تاییدش کنه، اون موقع دیگه قطعا این سطح شکسته شده هستش. خب این سطح دیگه الان اینجا شکسته شده و بازار تقریبا مثلا 8% 9% بالاتره، چه به درد ما میخوره که ما بخوایم باهاش ترید کنیم؟ نه اینکه این تعریف مشکل داره، ولی به مرور زمان این تعریف در واقع تغییر کرده. حالا چون بیشتر تمرکز ما روی بازارهای بین الملل هستش، ما دنبال راهی هستیم که بخوایم همین ترکیب و همین دیدگاه رو توی مثلا همین جفت ارز، حالا چی هستش، USD CHF مثلا، ببینیم که به چه حالتی میتونیم این کار انجام بدیم. موضوع اول روی همین درصد، و جلسات قبلی گفتیم که ما چون درصد مشخصی نداریم و شناوری این ارزها در واقع محدودیت نداره، اومدیم از میانگین استفاده کردیم، از ATR استفاده کردیم و اون ATR یا در واقع average true range که استفاده کردیم از تایم دیلی شروع کردیم. یه مقدار جلوتر که رفتیم گفتیم خب دیگه میتونیم اینم کنار بذاریم و بیایم از 1% قیمت استفاده کنیم. مثلا همین ارز الان قیمتش 97.019 که حالا ضرب در صدش کنیم 97 پپ هستش، و توی این 97 پپ برای تایم فریم دیلی، من مجددا این گفتم چون خیلی از دوستان راجبش سوال داشتن، این 97 پپ که کل توان حرکتی حالا بر اساس 1% قیمتی که هستش، اون موقع گفتیم 33% در واقع به عنوان پرت حرکتی و 66% همین عدد
همین در واقع 100% که 97 پپ میشد به عنوان متوسط رنج حرکتیمون در نظر گرفته بشه که حساب کردیم این گوشه هستش، میشه تقریبا 65 پپ. اگه نگاه کنید سری قبل توی ویدیو قبلی هم من همینو مثال زدم، البته توی یه عرض دیگه ای بود و اینجا 63 تا و حالا همین توی حالا یه فرمول دیگه مثلا 69 تا و زیاد فرق خاصی نداره. بعدن ما برای تایم فریم های بعدی میایم و از درصدهایی برای همین در واقع 65 در واقع پپی که اینجا حساب کردیم برای 4 ساعته، برای 1 ساعته، برای M15 و M5 و M1 که یک پپ، 3 پپ، 7 پپ، 13 پپ، 26 پپ میشه ATR هایی که محاسبه میشه. فقط یادم بندازید من فرمول رو بعدن توی گروه و کانال از دوست برنامه نویسمون بگیرم و شیر کنم که اگه یه وقتی کسی خواست و بدونه مثلا این عدد از کجا اومده، این عدد به فرض مثال 5% این عدد هستش، این 10% این عدد و این 20% این عدد و این یکی هم 40% این عدد. خب دیگه گفتم بس، احتیاجی به ارائه فرمول هم دیگه نیست. به هر حال برگردیم سر وقت شکست. الان از همین داستانی که اینجا داریم اگه بخوایم بیایم در مورد شکست صحبت کنیم توی بازار ارزی که داریم، زمانی که قیمت بتونه به اندازه، یعنی این سطحی که الان اینجا داریم، همین سطحی که اینجا بود، اگه قیمت بتونه به اندازه یک ATR از این سطح فاصله بگیره و بره بالا، اون موقع طبق تعریف این سطح شکسته شده محسوب میشه. یعنی یک کندلی میاد و به اندازه تقریبا مثلا 65 پپ از این سطح میره بالاتر، اگه این اتفاق بیفته این سطح شکسته شده محسوب میشه. این تعریف اولیه که برای شکست هستش. بعدن میبینیم که یه کوچولو مشکل داره. مشکلش اینه که قیمت میاد و توی سطح نفوذ میکنه، میره بالا و بر میگرده، میاد به قول بعضی از دوستان مثلا اینجوری شوتینگ استار میشه، توی سطح هم نفوذ کرده و کلن داستان بر اساس این میشه که بخواد یک حرکت، نه تنها شکست نداریم بلکه اصلا یک حرکت نزولی داریم. وقتی این اتفاق افتاد اومدن دوستای گرامی که در این خصوص مطالعه کردن حالا و مدیونشون هستیم، گفتن که کلوز این کندل باید بالای سطح باشه، پشت این سطح باشه تا بخوایم بگیم که این سطح شکسته شده. و بعد از این موضوع که کلوز هم اینجا بود، دیدیم که کندل بعدی زحمت کشید و صاف برگشت، اومد پایین و تشکیل یک نمیدونم توبار، یک اینگولفینگ، یک در واقع کندل دوتایی داد و ادامه ریزش. اون موقع اومدن یه شرط دیگه به این اضافه کردن، گفتن که وقتی که این کندل میاد اینجا بسته میشه، ما احتیاج داریم به یک کندلی که بخواد اینجا بسته بشه، پشت این سطح بسته بشه، حالا معکوسش هم فرق نمیکنه دیگه، یک کندلی اینجا بسته بشه و در این کندلی که اینجا بسته شده، مثلا من دیدم یکی از دوستان میگفت که این نباید مثلا به این سطح برسه و باهاش تماس داشته باشه. یکی از دوستان دیدم که میگفت که این کندل باید در راستای شکست باشه، یعنی نباید یک کندل نزولی باشه و یک کندل مثلا سعودی باشه، چون ما داریم در خصوص شکست در مسیر سعودی فعلا صحبت میکنیم و انشالله در مسیر نزولیش هم میشه. هم این اتفاق باز افتاد، اصلا کلا اینم سعودی بود این کندل و اومد باهاش برخوردم نداشت، اما کندل بعدی میاد و پایین تشکیل یک چی میده؟ آهای آهای ستاره و یه ستاره صبحگاهی، یه ستاره شامگاهی و نمیدونم من اصلا این اسما رو که نمیدونم چه شکلی هستش، ولی شکل شمالیش اینجوری هستش که مثلا میشه ستاره، سه تا کندل با هم دیگه. انشالله توی جلسه بعدی، نه و جلسه بعدی که در مورد الگوها و پترنها هستش، در مورد صحبت خواهیم کرد. ببینید باز هم
شما کندل رو دارید، بسته شده، کندل بعدی هم هست اما اصلا در راستا هستش، بهش جمعنم تاش نکرده اون سطح، و اما کندل بعدی میاد و حرکت معکوس داره. یه جای این داستان میلنگه و اون جای داستانی که میلنگه این هستش که اصل موضوع خود این خطه، اصل موضوع خود این سطح هستش. این که ما در روز اول اومدیم بسیار بسیار اصرار داشتیم که دوستان باید بتونن تشخیص بدن که سطحی که در موردش صحبت میشه برای کدوم تایم فریم هستش، به خاطر همینه. چون اصل اول که تشخیص سطح هستش، تأکید بعدی این هستش که شکست شدن یک سطح مطلقاً حتماً و باید در همون تایم فریم انجام بشه. یعنی اینجوری نیستش که اگه شما یه سطحی دارید و به فرض مثال برای دیلی هستش، بتونید شکست شدن اونو، چرا میرن خیلی از دوستان میرن توی تایم فریم های پایین و شکست توی تایم های پایین بسن بررسی میکنن، اما بسیار بسیار کار خطرناکیه. همون جور که مارکت وقتی میاد و به این سطحمون میرسه، ما منتظر هستیم که تا پیوتی روی این سطح تشکیل بشه که برای همین تایم فریمه، اون موقع هم برای شکست همین اتفاق باید بیفته. یعنی اینکه باید صبر کنیم، شکست شدن سطح رو در خود همون تایم فریم بررسی کنیم. یعنی من ببخشید جسارتا اینجا نگاه کنم ببینم ضبط آره داره انجام میشه، این همه صحبت میکنیم یه وقتی آخر یک ساعت و نیم نگاه نکنیم ببینیم که هیچی ضبط نشده. خب پس شرط اول قدم اون است که تشخیص بدیم سطح مورد نظرمون برای کدوم تایم فریمه، چون احتیاج داریم شکست سطحمون حتما در اون تایم فریم انجام بشه. زمانی که شکست سطحمون در اون تایم فریم انجام شد، اون موقع اینجا تازه میاد و ستاپ دوممون شکل میگیره. این هستش که ما میتونیم بریم توی تایم تریگرمون، تایم تریگر هم که میدونید دو تایم فریم پایین تر از تایمی که داریم تحلیل میکنیم، داریم سطح رو پیدا میکنیم، میریم در دو تا تایم فریم پایین تر و در دو تا تایم فریم پایین تر دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که ببینیم ریترن در واقع اونجا اتفاق میفته، که دیگه اینجا اسمش ریترن نیست، ببینیم پول بک اونجا اتفاق میفته یا نه. بریم همون خط رو پیدا کنیم، اینجاها بود، ببینید سطح رو دارید. بعد از این که سطح شکسته شد و از شکستش اطمینان حاصل کردیم، اون موقع هستش که میایم توی تایم تریگر و در پول بک به سمت این سطح دنبال چی هستیم؟ دنبال ناحیه‌ای هستیم که بخوایم وارد بازار بشیم. یک اتفاقی که میفته این هستش که شما زمانی که سطح شکسته میشه، سطح بریکوت میشه، یک پولبکی در تایم تریگر اتفاق میفته که ما اونو به عنوان پولبک کندلی میشناسیم و معمولا پولبک های کندلی در تایم ساختار، در تایم اصلی و تایم فریم تحلیل دیده نمیشن و اون چیزی که ما معمولا توی تایم اصلی میبینیم، این برگشتی که اینجا من یادم نره که زومه، چون یکی از ادمینا دیروز پریروز اومده بود میگفت که شما به زمانی که میخواید چارت و زومشو منفی مثبت کنید به زوم گفتید زون، دیگه به بزرگواری خودتون ببخشید. اتفاقا پریروز با یکی از دوستانم صحبت میکردم، گفتم که ادمینای ما در حد و اندازه در واقع حالا اینجا زون میکنن روی قضیه که کاملا حتی به لغتهایی هم که ما استفاده میکنیم میان تذکر میدن که اینجا درست گفتید، اینجا اشتباه گفتید، پس خیالتون راحت بشه. حتی اگه چیزایی از قلم بیفته، مطالبی از قلم بیفته و من یادم بره که راجع بهشون صحبت کنم، توی سوالهایی که توی گروه میپرسید و توی فایل های صوتی که در خصوص سوالها و ایرادهایی که الان وجود داره تا اینکه مطلب جا بیفته زحمت میکشید و اونجا سوال میکنید و ادمین های عزیزم جواب میدن یا گاهی اوقات باید صدای ما رو اونجا مجددا تحمل کنید،
مطمئنا چیزی از قلم نمیفته و همه مطالب رو کاملا ریز و موشکافانه راجع بهش صحبت میکنید. پس بنابراین ببینید، زمانی که شما سطح رو دارید باید اجازه بدید که سطح شما شکسته بشه. زمانی که سطح شما در تایم فریم خودش شکسته شد باید این کار انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی وقتی من این سطح رو دارم یا این سطح رو دارم، باید در مرحله اول ببینم که آیا این سطحی که اینجا دارم راجبش صحبت میکنم مثلا برای کدوم تایم فریمه. پس احتیاج دارم که وقتی این دره یا این دره رو دارم تایم فریم رو برم بالا، ببینم هنوز مطابق با شرطی که برای پیدا کردن پیوت ها داشتم، این پیوت برای کدوم تایم فریم، از این قله به این دره تقریبا 190 پپ ATR میانگین داریم و این 190 پپ ATR میانگین سه تا تقریبا حالا 600 پپ، یعنی من باید حرکت داشته باشم. اگه 80% هم بخوام در نظر بگیریم، باز هم 500 خوردی باید حرکت داشته باشم که اینجا 300 خوردی حرکت هستش از این های تا این لو. پس پیوتی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، ببین اگر اینجا رو داریم راجع بهش صحبت میکنیم، پیوت برای تایم فریم ویکلی نیست، اما گفتیم باید به گذشته بازار نگاه کنیم و ببینیم چه اتفاقی افتاده. الان شما یک حرکتی دارید، این حرکت که مطمئنن پیوت شما برای تایم فریم ویکلی هستش، باید بریم بالاتر ببینیم که آیا برای مانسلی هم صادقه یا نه. اینجا دیگه الان پیوت مانسلی نداریم، پس پیوتی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم یک پیوت ویکلی هستش، یعنی این سطح. خب یکی از اتفاقا الان آیتمایی که اینجا دارم میبینم که در ادامه باید بهش میرسیدیم، یادم باشه اگر ارزها رو عوض کردم بعدا برگردم همینجا، یه مورد خیلی خوبی هستش که در مورد اون قضیه هم صحبت کنیم. خب پس تایم فریم ما تایم فریم ویکلیه، یعنی باید شکست در ویکلی انجام بشه. یعنی ببینید اینجا هیچ شکستی اتفاق نیفتاده، یعنی شما وقتی توی تایم دیلی هستید، این سطحی که اینجا هستش و این بازار میاد، این نفوذی که اینجا داره انجام میده، اگه مطابق با ATR مثلا بخواید در نظر بگیرید، ببینید 40 خوردی نفوذ کرده و این 63 پپ 60 پپ هستش و پس هنوز شکست اتفاق نیفتاده، شکست اتفاق نیفتاده و شکستی که ما دنبالش هستیم در تایم فریم ویکلی اینجا شکست اتفاق افتاده. زمانی که این شکست اتفاق میفته، ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که بریم در تایم تریگر و دنبال ورود باشیم. خب این ناحیه ما هستش الان و در تایم تریگر انتظار داریم که بازار به بایزه شما، من یک کوچولو کوچکش کنم تا ببینم، به این ناحیه برگشت داشته باشه، به این ناحیه پولبک داشته باشه. من ناحیه رو رنگی کنم با اجازه بزرگترهای فامیل، این هم سبز. خب ببینید این اون برگشتی هستش که ما انتظار داریم و از اینجا بتونیم وارد بازار بشیم. این که چجوری و از چه تریگری در این سطح در این ناحیه استفاده میکنیم تا در آینده بخوایم وارد بازار بشیم، اون خودش مطلبی هستش که انشالله همین بحث رو توی قسمت تریگرهای ورود و استفاده از در واقع تایم تریگر اونجا میایم راجع بهش صحبت میکنیم. پس یه قسمت در واقع تریگرهای ورود که الان یه اشاره هم بهش کردم، یکی از اون تریگرهای ورود رو اونجا باهاش برخورد داریم توی جلسه کندلا رو که در واقع شکست، یعنی یک دو رو گفتیم، کندلا رو هم که گفتیم، انشالله تریگرهای ورود میره برای جلسه تقریبا سه جلسه دیگه. اما این همون موضوعی هستش که گفتیم معمولا پولبک کندلی در تایم اصلی دیده نمیشه و پولبک های کندلی رو ما معمولا در تایم های تریگر میبینیم. این پولبک کندلیه، بعد از اینکه این پولبک کندلی انجام شد، حرکتی که انجام میشه، مارکت به صورت یک موج، به صورت یک در واقع تک روندی، تک حرکتی، به صورت یک لگ تکی، حالا این لگ میتونه یک لگ پولبکی باشه، یک لگ
با مومنتوم باشه، از اون لگایی که انشالله در آینده راجبش صحبت خواهیم کرد، یک کوچولو هم قبلا توی تقسیم بندی روندها گفتیم، به صورت یک لگ حرکتی به سمت سطح شکسته شده برمیگرده. پس این حرکت میشه برگشت به صورت موج، یعنی وی بک یا موج برگشت پول بکی به صورت موجی، که این برگشت دیگه به اون سطح اصلی نیستش، این برگشت به همین سطحی که ما به عنوان آبی، به عنوان ناحیه یا سطحی که برای پول بک کندلی در نظر گرفتیم اتفاق میفته. و یک برگشت دیگه ای هم داریم که به صورت دیگه موج هستش، یعنی یک موج که در واقع به صورت یک روند هستش. تا اینو بگیم روند خیلی بهتره، چون اینجا تشکیل میشه از حداقل سه تک موج که دیگه خودش یک سوینگه و خودش یک قسمت بزرگتر و یک قسمت بزرگتر از در واقع لگ و قسمت کوچکتر از روند هستش، یک روند میانی هستش که میشه برخورد اول، برخورد دوم، برخورد سوم. من گذرا از اینا دارم عبور میکنم، از همین داستان پولبک کندلی و از این داستان پولبک موج و از این پولبک روندی، چون در آینده مطابق حالا اون قولی که دادیم از اسامی جدیدتر و اسامی بهتری استفاده خواهیم کرد. اما این سطح، این شکست زمانی تایید میشه که قیمت بعد از این پولبک بیاد و سطح پولبک اولیه پولبک کندلی رو بریکوت کنه، یعنی این سطح. اون موقع این سطحی که اینجا ایجاد میشه، ما به این سطح میگیم سطح عکس بریکوت، یعنی بریکوت انجام شده و مارکت میاد پولبک کندلی انجام میده و بعد از پولبک کندلی میاد و خود اون ناحیه پولبک کندلی رو بریکوت میکنه. و اینجا که بریکوت انجام شد، اینجا سطحی داریم به عنوان سطح عکس بریکوت. گفتم این اسامی رو بعدا انشالله، اسامی که حالا ورژن جدیدش رو میگیم، ولی این موضوعی که در گذشته ما از این اسامی استفاده میکردیم و فعلا چون داریم مرحله به مرحله و گام به گام جلو میریم، از همین اسامی قدیمی استفاده میکنیم تا انشالله خوش به حال دوستایی بشه که آرتیم کار هستن و بگن که لغت ها و اسامیشون رو عوض کردن، اومدن سمت ما، هیچ ایرادی نداره. خب پس یک پولبک کندلی، یک تایید و یک سطح عکس بریکوت و برگشت بعدی دیگه به این ناحیه عکس بریکوت هستش. و تا زمانی که اینم در آینده میرسیم بهش، تا زمانی که سطح بالایی منشأ این حرکت و این شکست که توی تایم تریگر داریم میبینیم توش نفوذی انجام نشه، این سطح، ما دیگه انتظار اینو نداریم که مارکت بخواد حرکت صعودی رو داشته باشه. یعنی مادامی که قیمت بر میگرده به این سطح، ما فقط به سل فکر میکنیم، تا زمانی که قیمتی که اومده سطح رو شکسته، مگر اینکه به سطح دیگه رسیده باشه. این که به سطح دیگه رسیده باشه، این در واقع اون مأموریت شکست هستش که انشالله توی بحث مفهوم و ماهیت شکست راجع به این قضیه هم صحبت خواهیم کرد. اما این موضوع رو که بذاریم، ماهیت شکست رو بذاریم برای جلسه بعدی، اصل داستانی که اینجا میخوایم بهش برسیم این که ما اومدیم الان تمرکزی که داریم روی این هستش که سطحمون برای کدوم تایم فریمه. خب یه مدت تنوع بشه و تایم رو عوض کنیم. وقتی تشخیص دادیم که تایم فریممون برای در واقع سطحمون برای کدوم تایم فریم هستش، اون موقع باید بیایم به موضوع بعدی برسیم. موضوع بعدی خود کندل شکسته، یعنی زمانی که ما میایم یه سطحی رو داریم، میگیم که خب قیمت اومده در سطح ما نفوذ کرده، بالای سطحمون بسته شده، یه کندل تثبیت زده و بعدش میبینیم که حالا خیلی از این موارد نقض میشه و شکست اتفاق نمیفته. اصل موضوع گفتیم سطح هستش و
بیش از 90% اون خطای تشخیص در شکست درست یا نادرستی که دوستان دارن در تشخیص این که این سطح برای کدوم تایم فریم هستش و عجله نداشته باشن تا سطحمون در همون تایم فریم بریکوت بشه، تایمو عوض نکنن، در تایمای پایین اون شکست رو بررسی نکنن، این خطاها خود به خود برطرف میشه. اما موضوع بعدی خود کندلی بود که باعث شکست میشد. این کندل باید یک لانگ بار باشه. کندل های بریکوت باید یک لانگ بار باشن، یعنی از ATRی که داریم تا 120، یعنی از خود ATR تا 120% ATR حد اقل، یعنی دیگه کمتر از ATR نباشن، یعنی اون 80% که برای مستر کندل در نظر گرفتیم اینجا دیگه اصلا اونم لحاظ نمی کنیم. یعنی کندل شکست، کندلی که باعث شکست شدن سطح میشه باید یک لانگ بار باشه. لانگ باری که داریم راجع بهش صحبت می کنیم باید فول بادی باشه، نه اینکه فول بادی باشه حالا دیگه شادو نداشته باشه. اگه شادوی هم در این لانگ بار هست که میگیم باید فول بادی باشه، اگه شادوی در جهت فشار به سمت شکست باشه، یعنی اگه مثلا مارکت بخواد صعودی شکسته بشه، دیگه ما شادو صعودی یعنی شادوی بالا آپر شادو نداشته باشیم. اگه شادو پایین و لو شادو باشه هیچ اشکالی نداره برای شکست هایی که در راستای صعودی هستن. اگر شکستی برای نزولی بخواد اتفاق بیفته، مثلا شما اینجا یک سطح دارید، یا الله، خب این سطح شما و این هم کندل شکست شما. کندل شکست ببینید گفتیم چند پپه، این 14 تا و ATR ما توی این تایم فریم 10 تا هستش، یعنی از 12 به بالا قابل قبوله، همون 10 هم قابل قبوله، 10 و حالا دیگه گفتیم 120% که جزء لانگ بارهای ما باشه. و این شادو اتفاقا چون مسیر شکست به سمت پایین هستش خیلی بهتره و کمک و تاییدیه‌ای هستش برای اینکه ما دلمون قرص باشه که شکست داره اتفاق میفته. ببینید این سطح و این هم ناحیه شکست، من با اجازه یه بار دیگه این زومو انقدر الان میگم تا حاج صادق صداش در بیاد بگه بابا اصلا از خیرش گذشتیم، شما همون زومو بگید، زونم بگید، زوم هیچ فرقی نمیکنه. الان ما زوم رو بردیم بالا تا بیایم روی این سطح زوم کنیم. خب این سطحمون، این ناحیه ما، من با اجازه شما این تیکم وردارم و این هم بریکوت. اون چیزی که اتفاق میفته، ببینید یادمون نره که ما باید ببینیم این پیوتی که داریم اینجا راجبش صحبت میکنیم برای کدوم تایم فریمه. یعنی من دوباره منفیش کنم ببینیم که حرکتمون بریم بالا این سطح و این پیوت، به خاطر این که گمش نکنیم یه تایم فریم دیگه هم بریم بالا ببینیم آیا حداقل سه کندل در یک راستایی که هستش، این کندل که دیگه اسپنینگ جز کندلای ما محسوب نمیشه، پس باید دست به دامان 3-6 تا 18 تا 180 پپ بشیم که نداریم. پس این سطحی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم برای ویکلی نیست. بیایم توی 4 ساعته، سطح برای 4 ساعته هستش و شکست، ببینید این کندل شکست، یعنی زمانی که ما همین سطح رو داریم در دیلی بررسی میکنیم، اینجایی که الان داریم میگیم شکسته شده خودش یک اشتباه بزرگه. یعنی باید این سطح در تایم فریم خودش بریکوت بشه. الان یک فول بادی داریم، البته این 16 پپ به اندازه تایم چیز نمیشه،
ATR تایم خودش نمیشه، اگه بشه خیلی محل اشکاله و نباید شادو این ور به اندازه ATR بشه، ولی بدنی که اینجا داریم، کندلش که خودش لانگ بار هست، بدنی هم که داریم تقریبا 27 پپه، پس از ATRمون بیشتر هست، پس شکست اینجا اتفاق افتاده. وقتی این شکست اینجا اتفاق میفته، اون موقع ما مجازیم توی این سطح و این ناحیه بریم توی تایم تریگر. در تایم تریگر ما که M15 میشه، در اون سطح دنبال چی هستیم؟ دنبال پول بک هستیم اینجا و انتظار داریم که بازار بعد از اینکه شکستش اونجا اتفاق افتاد برگشت داشته باشه و پول بک کنه به سطح شکسته شده. و اینجا گفتیم حالا چجوری میخوایم وارد بشیم و از چه تریگرهای ورودی استفاده کنیم، انشاءالله در آینده راجع بهش صحبت خواهیم کرد. پس میشه ناحیه ورودمون، این که این ناحیه ورود وقتی داریم، یا الله، خب داریم توی تایم تریگر داریم صحبت میکنیم، اون موقع ما استاپلاس هایی داریم کوچیک در حد چند پپ، این سطح در حد 12 پپ، و تارگت هایی داریم در حد 35 تا که 22 تاش هم خوبه. یعنی به همین راحتی شما تریدر رو 1-2 میکنید و یک ورود خیلی خوب موفق و با اطمینان بالا دارید. پس این هم برگردیم توی M1 نباشی H1 و موضوع بعدی. خب یک سطحمون، دو کندل شکست ما، آیا قضیه به همین راحتی اینجا تموم میشه؟ نه. ما برای اینکه در خصوص شکست بخوایم صحبت کنیم، دو تا آیتم دیگه هم داریم که پکیج شکست ما تکمیل بشه. یعنی هنوز که هنوزه شکست اصلا اتفاق نیفتاده، دو تا عامل دیگه هم باید بررسی بشه و اون دو تا عامل، یکیش شرایط قبل از شکسته. یعنی ببینید شما زمانی که یه سطح داشتید می اومدید شکست رو بررسی کنید چی کار میکردید؟ می اومدید این شکست رو، این سطح رو میگفتید خب کندلی که باعث شکست میشه نهایتاً در مورد فول بادی بودن، در مورد شادو بودن، نداشتن شادو، نمیدونم مسائل خود این کندل شکست زوم میکردید، و در مورد شرایط بعد از شکست هم کمی تا قسمتی توی حالا دوره ها، الان اگه بگم به جای کورس بود بگم کورس، اون وقت داده یکی دیگه در میاد، میگم از این بعد دوره، مجبور که نیستم، در مورد در واقع توی دوره های آموزشی و حالا ویدیوها و فایل هایی که هستش، کتاب هایی که هستش، معمولا روی خود این کندل بحث شده و کندل های بعد از شکست بحث شده، در شرایطی که اصل موضوع خود سطح هستش و بعد از این سطح، یعنی اگه اینو بگیم آیتم یک، شما باید شرایط کندل های قبل از یا آرایش کندلی قبل از کندل بریکوت هم در نظر بگیرید. به چه حالت؟ ببینید در خیلی از موارد هستش شما سطح دارید و سطح شما میاد بریکوت میشه، مثلا اینجا الان ببینید یک فشردگی، یک بریکوت و یک حرکت مناسب، اما یه جاهایی هستش که شما خیلی درگیر حرکت‌های بد میشید. چجوری؟ طبق اون چیزی که قبلا توی جلسات فکر میکنم دوم یا اول صحبت کردیم، ما دو نوع حرکت داشتیم، یک حرکت کاملا، یعنی دنبال حرکت هایی بودیم که بیشتر از ATRمون بود، حرکت های لانگ، حرکت های شارپ و حرکت های اسپایک و حرکت های ساید. اگر شما حرکتی شارپ، حرکتی لانگ، حرکت اسپایکی داشته باشید که قیمت خودشو برسونه به یه سطح، حتی اگر بعد از این حرکت با این مومنتوم قیمت بخواد سطحو بشکنه، اون شکست شدن نه این که شکست درستی نیست، اما طبق سبکی که ما در خدمت شما هستیم برای ما ارزش شکست نداره. چرا؟
چون ATR پر شده، چون توان حرکتی پر شده، مطمئناً بعد از این شارپ و بعد از این حرکت ما بازاری داریم نوسانی، بازاری داریم ساید، بازاری داریم درجا زدن، بازاری داریم که میتونه حتی برگشت داشته باشه. و تریدی که انجام میدیم زمان خواب سرمایه زیادی داشته باشه و حوصله ما رو آخرش سر ببره و ما بیایم ترید رو ببندیم و بعدا حرکت کنیم، چون گفتیم بازار حرکت خارج از استاندارد در واقع ATR و حرکت های CP و فشرده و همین دوتا کفایت میکنه. پس اگر شرایط و آرایش کندل قبل از شکست حرکت های شارپ و حرکت های لانگ و حرکت های با مومنتوم بالا بود، سوای این که ببین مثلا اینجا این الان این حرکت شارپ، این حرکت لانگ اومده و یک سطحی رو شکسته، آیا ما همون سطح قبلی رو که اینجا بود، درست اومده این سطح رو شکسته، این شکست با این حالی که ببینید یک شکست خیلی خوب و خیلی مناسبی هم هستش، اما ما با این شکست دیگه ترید نمی کنیم. چرا؟ چون توان حرکتی بازار گرفته شده. ترید در کجا انجام نمیدیم؟ ترید بعد از اینکه کندل بریکوت انجام شد. چون ما با شکست ها دو جور ترید میکنیم، یکی اینکه زمانی که کندل اومد و سطح و شکست، میان خیلی از دوستان دیگه منتظر این ریتریسه نمیمونن، منتظر این اصلاح نمیمونن، منتظر این برگشت و پولبک نمیمونن و میان وارد بازار بشن. ما هرگز این کار انجام نمیدیم مگر اینکه بازار در یک فشردگی، در یک کمپرس، در یک بازار سایدی باشه که این مومنتوم و این حرکت بعد از اون فشردگی و اون بازار ساید که انشالله توی جلسات حالات نمیدونم مثلا شاید 15-16 بهش برسیم، اونجا میام چیکار میکنیم؟ یعنی پس این داستان شکست همچنان ادامه دارد، اونجا میایم و دیگه منتظر پولبک نمیمونیم، حتی اونجا کندل هایی داریم به صورت اسپنینگ، به صورت کندل هایی، حالا بهش میگیم کندل بل، که اگه تلفظش رو درست بگم که کندل سوسک هستش از نظر ما و میمونه زیر پای حرکت قیمت و معمولا اصلا مثلا اینجا الان ببینید یه چیز شبیه به بذارم این مجددن چون دوستان ببینید یه چیز شبیه به این کندل اصلا و ابدا برای ما ارزش ترید نداره. یعنی اگه یه زمانی خدای نکرده به فرض مثال بیایم بگیم که این سطح و الان دیگه این اومده یه مثلا شوتینگ استاره، اومده تو سطحمون نفوذم کرده، پس الان میخواد بره پایین، اصلا از این داستانا نیستش و اینها کندل هایی هستن که کندل هایی حالا تصفیه هستند و انشالله در آینده راجع بهشون وقتی برسیم صحبت خواهیم کرد، اما فعلا بتونیم جنبندی داشته باشیم و در خصوص همین چند مورد پکیج شکست بخوایم صحبت کنیم و این جلسه رو بتونیم اینجا تمومش کنیم، انشالله خیلی هنر کردیم. خب پس موضوع آرایش کندل های قبل از شکست، آرایش کندل های قبل از شکست گفتیم اگر حرکت های لانگ و حرکت های شارپی باشه مناسب دیدگاه ما نیست. اگر بازار بیاد و قبل از این که سطح رو بشکنه، یعنی قبل از این که ما کندل های بریکوت داشته باشیم، یک حالت سی پی، یک حالت فشردگی، یک حالت جمع شدن نیرو و مجهز شدن این باشه که بازار بخواد این سطح رو بشکنه، اون موقع یکی از بهترین و ایدئالترین حالتهایی هستش که ما دنبال چی هستیم؟ دنبال ورود هستیم. چجوری دنبال ورود هستیم؟ میریم توی تایم تریگر و انتظار داریم که بازار یک برگشت داشته باشه، یک پولبک داشته باشه و در پولبک وارد بشیم. اما این که میگیم در پولبک وارد بشیم، خود همین داستان یک کم با عجله هست. چرا؟ چون این پکیجی که داریم صحبتش میکنیم، یک تشخیص سطح، دو تشخیص آرایش کندلی قبل از شکست، سه کندل خود کندل، شرایط کندل شکست، و چهار شرایط کندلی قبل از شکست،
ببخشید بعد از شکست، وقتی اینا اتفاق میفته، اون زمان ما وقتی قیمت بره، ببینید و های ایجاد شده رو، اینجا یه هایی که ایجاد میشه، بره و این های برکود کنه، اینجا رو بخواد بره بشکنه، تازه شکست ما تکمیل شده. یعنی ما الان میتونیم بگیم که این سطح رنگش هم عوض کنیم، مثلا قرمز بذاریم که با اون سطح قاطی نشه. ببینید این سطح قرمز ما زمانی که ببینید سطح رو تشخیص دادیم، شرایط قبل شکست رو بررسی کردیم، شرایط کندل شکست رو بررسی کردیم، شرایط کندل های بعد از شکست بررسی شده و قیمت میاد این سطح رو رد میکنه، یعنی شکست رو تاییدش میکنه. این پکیج، این مجموعه میشه مجموعه شکست. الان که این اتفاق افتاد، ما یک سطحی داریم به عنوان سطح accept breakout. این سطح، این ناحیه که اینجا اومده و پول بک کرده، این پول بک هایی که معمولا به صورت کندلی اتفاق میفتن. این خط من یکم بیارم پایین تر. چرا؟ چون اصلا این حالتی نیستش که این کندل ها حتما بیاد به این سطح برسه. در خیلی از موارد به این سطح میرسه، در بعضی از موارد تو این سطح هم نفوذ میکنه و اکثر اوقات بهش نمیرسه و میره. برای ما زیاد اهمیت خاصی فعلا نداره، چون در آینده راجبش صحبت میکنیم. اما سطحی به ما میده به عنوان سطح accept breakout، این ناحیه. خب وقتی این پکیج کامل شد، این شکست کامل شد، سطح accept breakout ما، یعنی این ناحیه سبز رنگ، میشه ناحیه‌ای که ما در آینده انتظار داریم وقتی بازار داره میره بالا، پول بک میکنه به این ناحیه سبز، اینجا بشه ناحیه ورود ما، یعنی این سطح بهترین ناحیه میشه برای ما برای ورود. این شکست و این داستان شکست ما. اما یه موضوعی که هستش و یکی از اون ستاپ های میانی که داریم، مثل همون موضوع پیوت ها که باید صبر میکردیم پیوت وقتی قیمت به سطح میرسید. البته راجع به اینا توی بحث تریگرها مجددن کامل ستاپ ها رو میگیم، ولی فعلا چون بحث شکست هستش داریم بهش اشاره میکنیم. اونجا میرسید و پیوت تشکیل میشد توی ریترن تو پیوت. اینجا هم ببینید این شکست اینجا تکمیل شده و الان که تکمیل شده، در این پول بک به این سطح accept breakout ما مجازیم بیان وارد بازار بشیم. اما یک سطح میانی داریم، یک در واقع ستاپ میانی داریم. وقتی شما از این 4 تا 5 تا پکیجی که داشتیم، در واقع 4 تا 5 تا آیتمی که داشتیم تو این پکیج شکست، یعنی تشخیص درست سطح، آرایش قبل شکست و خود شکست، وقتی اتفاق میفته، ما منتظر نمیمونیم که این accept breakout انجام بشه و بخوایم بیایم اینجا تازه وارد بازار بشیم. اینا برای کسایی هستن که یه مقدار عجول نیستن. ما یکم عجله داریم برای ورود. چون عجله داریم، زمانی که همه این 1 2 3 4 تایی که داره انجام میشه، در حین انجام این چهارمی میریم توی تایم تریگر و اینجا وارد بازار میشیم. این بازار میره بالا، اینجا خارج میشیم و یا اینکه مدیریت سرمایه، مدیریت پوزیشن داریم و اینجا میشه تازه ورود دوم ما که ورود اول بقیه هستش. اوکی؟ این پس مجموعه شکست و پکیج شکستمون. مثلا ببینید این ناحیه، این سطح، اون موقعی که من دلیت کنم، خب یه سطحی به فرض مثال اینجا داریم که قیمت میاد چیکار میکنه؟ قیمت میاد این سطح رو میشکنه. زمانی که شما آرایش قبل رو دارید، سطح رو دارید، الان من به خاطر که مثال بزنم در نظر نگرفتم که این سطح برای کجاست، خب لحاظ کنیم اینو فعلا. اما اتفاق که میفته، همین سطح رو ما اینجا که اطمینان پیدا کردیم
این شرایط همش لحاظ شده، اینجا رو میریم توی تایم تریگر، یعنی در تایم 5 دقیقه. ما 3 دقیقه رو قبلا صحبت کردیم که نداریم، پس بگردیم پیدا کنیم اون پرتغال فروش رو اینجا. اون موقعی که این اتفاق میفته ما دنبال این هستیم که بخوایم بیایم و توی این نواحی دنبال چی باشیم؟ دنبال ورود به بازار باشیم. این ممکنه بیاد به صورت شیب که خیلی ایدئال هستش اگه بخواد بیاد اینجوری و به این سطح برسه. اگرم نرسه ما طبق انشالله اینا بمونه پس برای تریگرهای ورود، ما تقریبا توی این ناحیه وارد میشیم، اون موقع استاپلاس ما میشه اینجا زیر این سطح و تارگتمون یعنی یه استاپلاس تقریبا مثلا 10 پپی 12 پپی، یه تارگت حداقل دو برابر 12، اینم 24. وجدانم من اینا رو هماهنگ نکردم ولی همینجوری خودش داره جور در میاد. پس به راحتی شما میتونید موقعیت های 1-2 در نظر بگیرید. چرا اینقدر تاکید میکنم 1-2؟ چون در آینده برای اینکه ما بیایم توی حساب دمویی که میخوایم ترید کنیم تا یک استیتمنت داشته باشیم و بعدها اون استیتمنت که مورد قبول بود و مورد تایید بود بخوایم بریم توی حسابای ریل، خیلی داستان به وجود میاد. و اگه این شرایط 1-2 و این در واقع مسائلی که برای مدیریت سرمایه هستش لحاظ نشه، مدیریت پوزیشن ها هستش لحاظ نشه، اون موقع که خودمون میایم و دستکاری میکنیم، چون تا زمانی که دمو هستش سل کن ول کن هستش و انگار نه انگار قلبی نشده تنگ آره و هیچ عین خیالمون نیستش، بعدها که حساب ریل میشه دستکاری ها شروع میشه که نباید بشه ولی اتفاق میفته. خب یه مقدار همین داستان های 1-2، 1-3، 1-5 و تریدای موفق اینجوری به دادمون میرسه. در ببین این اتفاقی که اینجا افتاد، اگه شما توی تایم اصلی نگاه کنید، اگه بخواید بیاید اینجا های جای وارد بشید مجبور هستید. ببین اصلا اینجا نمیتونید ترید کنید. اگه بخواید از مولتی تایم استفاده نکنید اینجا نمیتونید وارد بازار بشید. اگر اینجا بخواید وارد بازار بشید، اون موقع اگه بخواید یک ترید مثلا 1-2 داشته باشید، استاپتون دیگه در بهترین شرایط به اندازه همین 10 پپ مثلا تایم ATR تایم که اینجا داری 1 ساعت این زیره، اون موقع یک استاپی دارید حدودا مثلا 27-8 پپ، پس انتظار دارید که مثلا ترید 1-2 داشته باشید که عمرن این اتفاق توی بازار نیفته. و اگه شما حالت کلاسیک بخواید توی چارت ها نگاه کنید و تریدای 1-2 بخواید داشته باشید، خیلی کم و به ندرت میتونید این شرایط توی بازار پیدا کنید. ولی وقتی مولتی تایم دارید استفاده میکنید، هم درصد احتمال بردتون بالا میره و همین که ریسک و ریوارد های مناسب دارید. و انشالله پس این میشه یکی از سطوح ما که ما در حین تکمیل شدن پکیج شکست میایم وارد میشیم، در شرایطی که در مرحله بعدی این سطح سطحی هستش که وقتی بازار بر میگرده و به این سطح میرسه، اون موقع روی این سطح دوباره ما توی تایم تریگر یعنی اینجاها دنبال چی هستیم؟ دنبال ورود بعدی هستیم. ورود بعدی که موفق نمیشه. و اینکه چرا موفق نمیشه، گفتم ما این سطح رو لحاظ نکردیم. اصل موضوع این بوده که سطح برای اینجاست و حرکت و منشأ حرکت، من اینا رو مجدداً دیلیت کنم، من عمدن اینجا اومدم که الان بیام اینجا که تأکید کنم شما توی تشخیص سطوح و تشخیص در واقع شکست ها و برگشت ها احتیاج دارید در بسیاری از موارد که منشأ حرکت بتونید پیدا کنید و اون منشأ حرکت خیلی خیلی به شما کمک میکنه. الان این سطحی که اینجا داریم، بریم ببینیم که از کجا اومده. ببینید واکنش بریکوت، این بریکوتی که اینجا اتفاق افتاده و این کندل لانگی که اومده و این پیوت رو اینجا شکسته، ببین این یک پیوت پولبکی بوده، پولبک به این سطح، سطحی که اینجا شکسته پولبک کرده رفته بالا، پولبک کندلی اینجا، به این پولبک کندلیه.
و این پولبک موجه و این پولبک رونده، یعنی برخورد اول، برخورد دوم و برخورد سوم، همون چیزی که قبلا گفتم توی بحث درجه بندی و اهمیت صدور، که ما نهایتا تا سه تا برخورد رو میایم ترید میکنیم و برخورد های بعدی نه اینکه ارزش ترید ندارن، ما روشون ترید نمیکنیم، ما میریم روی ارز دیگه، روی تایم دیگه، حتی اگه نمیخوام تعدد ارزها داشته باشیم روی تایم دیگه و روی یک موقعیت دیگه، و موقعیت اصلی ترید رو توی برخورد اول، دوم و سوم پیگیری میکنیم و برخوردهای دیگه نه اینکه حرکت گفتم نمیکنن، ولی برای ما ارزش ترید دیگه ندارن. پس این شکست، این برگشت، الانم این شرایط قبل شکستی که حالا اینجا اتفاق افتاده و این پول، این در واقع آقازاده که اینجا هستش، پیوت پولبکی که اینجا اتفاق افتاده. ببینید حتی در این پیوتی که اومده و اینجا تایید شده، شما اگر همین پیوتو برید مجدداً توی تایم تریگر و باهش ترید کنید، ضرر نمی کنید. این پیوت یک سطح داره، این سطح پیوتی شما، و در تایم تریگر یعنی در M5 روی همین سطح، اگه بتونیم الان اینجا راحت تر پیدا کنیم، اینجاست، ببینید اگه شما بخواید بیاید با اون پیوت اینجا هم وارد بشید، شما یک استاپلاس دارید 10 پپ، یک تارگت دارید 22 پپ، 20 پپ، حتی اگه بخواید مثلا این 3 پپ تایم تریگر هم ازش کم کنید و نزدیکتر هم قرار بدید، اینجا 3 پپ دورتر هم قرار بدید. بنابراین ببینید حتی در پیوت های پولبکی هم شما ضرر نمی کنید و حتی میتونید ترید های موفق 1-2 داشته باشید، میتونید حالا به صورت اوردر گذاری یا حتی به صورت مثلا شکست تریگر لاین ها هم بخواید وارد بشید تو پولبک ببینید به این سطح، و به هر حال میتونی ترید های موفقی داشته باشید. این اون برکوت، این اون سطحی هستش که به عنوان سطح اکسپت برکوت در آینده برای ما مطرح میشه و مارکت اومده بعد از یک حمله کندلی، یک پولبک کندلی، اومده سطح شکسته، اکسپت برکوت کرده، ما اینجا وارد میشیم. ضمن این که در مرحله بعدی ببینید در این سطح هم مجددن به عنوان برگشت موج ترید میکنیم، در آینده هم به عنوان برگشت روند یعنی برگشت سوم هم به این ناحیه، اینجا هم مجددن ببینید ترید داریم. تریدی که اینجا داریم، حالا اون موقع بازار اینجاست دیگه، شما اینجا وقتی دارید ترید میکنید، به فرض مثال بیاید با شکسته شدن این تریگر لاین بخواید ترید کنید، اینجا بخواید وارد بشید، یک استاپ تقریبا 5 پپی دارید، 6 پپی دارید، و اولین تارگت دو برابری که بخواید براش در نظر بگیرید تقریبا مثلا 10 پپ باید از نقطه ورود شما بازار بره بالا، 8 پپ و استاپ میخورید، نوش جان. خب چون قرار نیست که همه رو تارگت بخوریم، و بازار برمیگرده میاد کجا؟ میاد میرسه به سطح اصلی، و اینجا هستش که یکی از بهترین استراتژیای ما عمل میکنه. اون چی هستش؟ اونی هستش که اگر شما کاملا کلاسیک، اگر شما کاملا همه شرایط رو لحاظ کرده باشید و بخواید بیاید در یک سطحی که تمام شرایط لحاظ شده و ترید میکنید و استاپ میخورید، استاپی که کاملا قانونمند هستش، اگر مارکت در اون ناحیه مجدداً اومد و سیگنال داد، باید بگیرید. انشالله توی بحث مدیریت حالا پوزیشن ها و روانشناسی ما یه مقدار اخلاقمون تون میشه، یه مقدار فوشم میدیم، و من نمیدونم کی اومده گفته که اگر ما استاپ خوردیم نباید دوباره ترید کنیم، بلا نسبت شکر خورده هر کسی گفته. اتفاقا زمانی که شما کاملا مطابق با استراتژی و اصولتون ترید میکنید و استاپ میخورید، مطمئن باشید که یه جای قضیه رو ندید گرفتید، یه جای قضیه میلنگه، و اگه دوباره بازار اومد بعد استاپ شما، استاپی که نه استاپ دیمی، نه استاپی که کاملا مطابق با پلنتون باشه، مطابق با استراتژیتون باشه، پلنم از اینا که میگن که نمیدونم امروز 100 تا رو بکنید 200 تا 200 تا 400 تا، اون اصلا اسمش پلن نیست، اون توهمه، پلن یه چیز دیگه است. خب پس این ناحیه، این سطحی که ما در مرحله چی
اول در حین شکست اینجا میایم و وارد بازار میشیم و انتظار داریم این حرکت رو بگیریم و در مراحل بعدی این سطح یکی از سطوح ماست و سطح بعدی همچنان به قوت خودش باقیه. اما بریم بالا ببینیم خطی که اینجا انداختیم برای کجاست. ببینید این سطح، این سطح، یعنی باید احتمال زیاد سطح اصلی این باشه، اینم شادو و این هم اوپن کلوز ها، اینم واکنش در واقع پپی اینجا. بریم یکم عقب‌تر ببینید کاملا واکنش و این همون داستانیه که اصلا شکستی اینجا اتفاق نیفتاده. یعنی اگه شما این سطحی که اینجا دارید و این پیوتی که اینجا تشکیل شده، الان توی تایم فریم 4 ساعته هستیم و این حرکتی که اینجا داریم، اگه توی همین تایم باشید، به هر حال میگید الان یه دونه کندل اومده و بریکوت کرده، نمیدونم اینجا یه فرفره زده بلا تکلیفیه و مثلا میخواد بره پایین و این هم مثلا پول بک در نظر بگیرید و میبینید که بازار میاد و یک نویز میزنه و میره بالا. چرا؟ به خاطر اینکه سطح اصلی اینجاست و برای حتی احتمالاً ویکلی میتونه و اینجاست. ببینید سطح اصلی که شاید هم برای اصلا مانسلی باشه و بریم مانسلی. خب مانسلی یه بیس پیوت هنوز تشکیل نشده، حالا همون ویکلی در نظر بگیریم. ببینید سطحی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم سطح ویکلیه، پس اصلا مجاز نیستیم که بیان بگیم که الان شکسته شد. این اصلا یک کجا بود گمش کردیم، توی دیلی داشتیم نگاه میکردیم، اینجا بود، یک نویزه، یک اتفاق خیلی برگشت در واقع به این ناحیه هستش و زمانی که سطحمون در تایم فریم خودش که اونجا ویکلی بود دقیقا این اتفاق هستش که توی ویکلی شکسته میشه، باید مثلا اینجا بشه ناحیه ورود. یه اتفاق خیلی حالا بگیم بد میفته، اون هم این هستش که همه ماهایی که داریم صحبت میکنیم توی گذشته بازار صحبت میکنیم و خیلی سخته تشخیص این که شما سطح رو داشته باشید مثل این سطح و الان بگید که خب سطح رو دارم، مثلا برای ویکلیه، توی تایم ویکلی بریکوت کرده، شکسته شده، این هم الان یکی دوتا کندل که اومده و داره پولبک کندلی انجام میده، سطحمون برای دیگه خیلی چون فاصله حالا داره همین دیلی در نظر بگیریم، یک سطح دیلی داریم، بریکوت انجام شده، باید بیام توی یک ساعته و چیکار کنیم؟ و در این ناحیه منتظر بای باشیم، یعنی بازار برگشت به این ناحیه، ما باید منتظر بای باشیم و ناحیه‌ای که الان ما خط گذاشتیم این سطح بود، اینجا بود و این پایینیه، یعنی ما الان در یک ناحیه، این ناحیه، اینجا، اینجا، اوپن کلوز ها، اوپن کلوز ها، اوپن کلوز ها و در یک ناحیه دیلی هستیم، بنابراین میتونیم به فکر بای کردن در این ناحیه باشیم و اگه بازار بیاد چون حرکت شارپ داره، چون یک در واقع پول بک توی تایم تریگر داریم نگاه میکنیم، یک پول بک کندلی محسوب میشه برای ما، اینجا اگه بیاد توش نفوذ کنه انشالله در آینده صحبت خواهیم کرد دیگه دیدگامون عوض میشه، ولی فعلا باید به بای فکر کنیم. یکی از دوستانم این ویدیو رو ببینن بعدن میان نگاه میکنن که چرا سل کرده بودن. خب این هم از عرض بعدی، نمیدونم زمان چقدر داریم، 1 ساعت و 3 دقیقه، بایزه شما من برم سر وقت تقلبم ببینم که چه چیزایی رو نگفتم و ادمینای عزیز زحمت کشیدن موضوع هایی که برای ما فرستادن چی هستش. خب راجب مفهوم شکست کجوری صحبت کردیم، راجب این که از ATR استفاده کنیم، راجب این که از چه ATRی استفاده کنیم، یه موضوعی توی بحث اوردر گذاری بود تا اینجا هستیم، این که خیلی از دوستان میان توی اون زمانی که عکس بریکوت داره انجام میشه، مثلا ATR تایم سطح برای تایم فریم مثلا دیلی هستش، توی تایم 1 ساعته که میان
میان میگن که ATR تایم فریم دیلی ما هستش به فرض مثال روی این ارز تقریبا 60 پیپ و 10% یا نهایتا مثلا 20% این 60 پیپ رو در نظر میگیرن، 20% رو میان توی تایم تریگر و میگن اگر بازار به اندازه 20% اون 60 تا بود، 20%ش میشه تقریبا 12 تا که ببینید برابر با ATR همین تایم فریم هستش، تقریبا 12 تا این 10 تا و به فاصله توی سطح دیلی که دارن به فاصله در واقع 20% ATR تایم دیلی در تایم تریگر به عنوان محدوده لحاظ میکنن، یعنی مثلا این سطحی که اینجا دارن میان 10 پپ یا 12 پپ بالاش یه دونه اردر بای استاپ میذارن، یا این مثلا پایین این میان یک اردر اینجا مثلا این لول یک اردر سل استاپ در فاصله 10 پپی میذارن که مثلا بازار بیاد و بخواد ازش رد بشه و دیگه مثلا فعال بشه و بره پایین، کار بسیار خطرناکی هستش چون باید تشخیص بدیم که این سطح برای کجا هستش و اگه سطح برای دیلی هستش هیچ وقتی این کار رو انجام ندید، به خاطر همین هستش که حرام اعلام کردیم فعلا اردرهای نوع استاپ و انشالله تا در آینده ببینیم در چه شرایطی میتونیم ازش استفاده کنیم. و این هم استفاده از اون 20% ATR تایم دیلی برای یک ساعته، چون اکثر حالا فوکوس ما توی تایم یک ساعته هستش، ATR 264 و یا ATR 22 تایم فریم دیلی. خب بیایم پایین تر توی تقلب ها، تقریبا خب دلیل اصلی اون تایم فریم اصلی برای شکست و اینا، خب یه موضوع جامون این که فیک بریکوت ها و شکست های جعلی و چرا شکست های جعلی داریم که اصلا ما چیزی به اسم شکست جعلی رو قبول نداریم، انشالله اگه برسیم امروز، اگه نرسیدیم توی جلسه بعدی راجب شکست های جعلی هم صحبت کنیم. و این هم بریکوت و نات بریکوت و بذار ما FO رو هم بایزه شما بگیم که بقیه مطالب بمونه، همه رو در واقع گفتیم، اینم CB VB و ترند بک هم گفتیم دیگه، کارایی شکست و مفهوم شکست. خب بذار ما در خصوص این یه دونه هم انشالله این جلسه صحبت کنیم تا ببینیم که چه اتفاق میخواد بیفته. خب ببینید در مورد شکست یا بی او یا بریکوت، یه موضوعی که معمولا دوستانو اذیت میکنه این که مثلا میان یک سطحی رو اینجا انتخاب میکنن، این سطح، و بازار میاد ببینید سطح رو بریکوت میکنه، شرایط قبل از شکست رو داره، فول بادی رو داره، بالاش بسته شده، یک کندل در راستا داره و در پول بک به این سطح اینجا میان دنبال این هستن که الان بازار میخواد بای بشه، اما این اتفاق نمیفته، بازار برمیگرده پایین و این ناحیه رو میگن که یک فیک بریکوت یا فالس بریکوت یا FO اتفاق افتاده، یک شکست جعلی اتفاق افتاده. و اینو گفتیم اصلا همچین چیزی وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون موضوع اصلی خود این سطح هستش، ما باید ببینیم که بازار در این ناحیه چه سطحی داره، پس بریم تایم بالا یا یکم بریم عقبتر حالا ببینیم که چه اتفاقی افتاده. ببینید ناحیه اصلی و سطح اصلی این سطح، این در واقع شکست و پول بک، شکستی که اینجا اتفاق افتاده، این کندل شکست این تریگر لاین بوده، این پول بک کندلی بوده، این هم برگشت، ببین برگشت اول، برگشت بعدی به این سطح و دیگه اینجا ما بهش فکر نمی کنیم، پس سطح اصلی اینجا هستش. بریم عقبتر ببینید باز واکنش های مناسبی روی همین سطح داریم، توی تایم بالا هم احتمال زیاد باید، بله ببینید این ناحیه و اون چیزی که اتفاق میفته، ببینید عدم دقت در تشخیص درست این که سطحمون برای کدوم تایم فریمه به راحتی میتونه برای ما درد سرساز بشه،
و توی ناحیه‌ای که مثلا باید بیایم و به سل فکر کنیم، بیایم و به این هم ناحیه‌ای که باید به سل فکر کنیم، بیایم و اینجا به بای فکر کنیم. چرا؟ چون سطح و اشتباه تشخیص دادیم. وقتی این اتفاقو بخوام جلوشو بگیریم، دیگه چیزی به اسم شکست جعلی نداریم. انشالله این بحث شکست جعلی ها رو توی هفته آینده به عنوان یک بحث دیگه ای مطرح میکنیم. و من یه دو کلمه هم بنویسم، یه بریکوت داشتیم بی او، اینجا منقدر تاریکه دیگه نمیتونم ببینم، خب یک بریکوت داشتیم، یک بحثی داریم به اسم نفوذ در سطح، همون شکست اصلی که بر اساس ATR هستش، یعنی شما لولی دارید که اگر قیمت بیاد و به اندازه ATR در سطح شما نفوذ کنه و برگرده، یه بحثی داریم به عنوان کلر بریکوت یا سی او که انشالله اینم در آینده باید راجبش صحبت کنیم. بگردید پیدا کنید پرتغال فروش اینجاست و بحث سی او، این هم سی او یا در واقع کلر بریکوت، جمع‌آوری سفارشات. یک موضوع دیگه هم که اینجا بود به عنوان فیک بریکوت یا فالس بریکوت، به عنوان شکست جعلی، جایی هستش که شما سطح دارید، کاملا تمام شرایط شکست رو دارید و شکست اتفاق میفته، اون موقع چه کار میکنه؟ بازار به سطح بعدیش نمیرسه. ببینید این شرط ها باید همه باشه، به سطح بعدیش نمیرسه و بر میگرده. اون موقع میگیم یک FO اتفاق افتاده. FO ساعت 8:48 دقیقه و اذان مغرب به افق قزوین، روز نماز اونایی که میگیرن قبول درگاه حق باشه، و اف او. پس ما چیزی به اسم اف او اصلا نداریم. اف او یک واژه اشتباهی هستش که توجیه عدم تشخیص درست ما هستش، چون اگر یک سطحی بشکنه و واقعا بخواد بشکنه، حتما به خودش رو به لول بعدی میرسونه. اینجا اتفاقاتی که میفته، اجازه بدید من این بحث FO SO و CO رو بذارم و ماهیت شکست رو بذارم برای جلسه بعدی و بریم یه لقمه افطار همراهی کسایی که روزه میگیرن بخوریم و تا انشالله برسیم به شام. و واقعا ماه ضیافت خدا هستش، چون با بچه ها سحر میخوریم، یعنی با خانمم سحر میخورم، با پسرم صبحونه میخورم، بعد خودم نهار میخورم، بعد دوباره عصرونه میخورم، بعد دوباره افطار میخورم، بعد شام میخورم. میشه تقریبا 6-7 جلسه غذا میخوریم، یک سفره پنج شده و ضیافت الهی که یه وقتی بگی خب اینقدر میخورید، اینقدر چریدی، کو دنبت نتری که اینقدر داری میخوری. خب اینم شوخی آخر وقت و استندبای بود، استند آپ بود، چی بود، این چیزایی که جدیدن باب شده، یا الله. خب اینم که اصلا کلا نگاه نکنید، خطرناکه. و من بایز شما دیگه 1:13 کلوز کنم و ادامه جلسه رو با تمرکز بیشتر در ویدیو بعدی در خدمتون هستم.